درود بر شما همراهان گرامی کانال چتر سفید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. با ما همراه باشید. جمعه سیاه در دبی چه خبره؟ با فرارسیدن جمعه سیاه در سراسر جهان، شاهد آماده شدن فروشگاه‌های مختلف دبی برای این روز بزرگیم. توی این ویدیو قصد داریم تا در خصوص جمعه سیاه در دبی اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم تا در صورتی که قصد دارید برای بهره‌مندی از تخفیفات ارائه شده در بلک فرایدی دبی به این شهر سفر کنید، بتونید بهترین تصمیمات رو در خصوص سفرتون به این شهر بگیرید. از این رو پیشنهاد میکنیم که تا انتها با ما همراه باشید. خرید در جمعه سیاه دبی یه فرصت استثنایی. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته از افرادی که در دبی زندگی می‌کنن، 63% از افراد تصمیمشون رو برای خرید اجناس مورد نیازشون در جمعه سیاه در دبی گرفتن، چون بر این باورن که خرید در جمعه سیاه دبی یه فرصت استثنایی برای اون هست و میتونن بسیاری از محصولات مورد نظرشون رو با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از چیزی که تاکنون وجود داشته خریداری کنن و توی هزینه‌هاشون صرفه‌جویی کنن. از بین افرادی که توی نظرسنجی شرکت کردن، 60% از افراد قصد خرید قسطی در جمعه سیاه رو دارن و 30% هم تمایلشون برای خرید به صورت نقدی رو اعلام کردن. بیشترین محصولات فروش رفته در بلک فرایدی دبی. با وجود اینکه بخش اعظمی از محصولات در دسته‌بندی‌های مختلف در دبی به فروش می‌رسند، اما بیشترین محصولات فروش رفته در بلک فرایدی در سال‌های گذشته مربوط به دسته لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی بوده. جمعه سیاه در دبی روز خرید عیدی. با توجه به نزدیک بودن جمعه سیاه به سال نو میلادی، بسیاری از افرادی که تصمیمشون رو برای خرید در این روز خاص گرفتن، از این روز به عنوان جمعه سیاه در دبی روز خرید عیدی یاد میکنن و تمایل دارن تا محصولاتی رو خریداری کنن که بتونن اونها رو به عزیزانشون هدیه بدن. در نتیجه از تخفیف‌های تقلبی آگاه باشید. یکی از جمله مواردی که هر ساله در بلک فرایدی شاهدش هستیم، تخفیف‌های غیر واقعی بسیاری از فروشگاه‌ها در این روز هست. این در حالیه که با آگاهی بیشتر افراد و همچنین امکان بررسی قیمت‌ها به صورت اینترنتی، دیگه فریب این دست از تخفیف‌های تقلبی رو نمی‌خورن. پیشنهاد می‌کنیم تا در صورتی که مایلید از تخفیف‌های تقلبی آگاه باشید، از مدتی قبل از بلک فرایدی قیمت محصولات و همچنین فروشگاه‌هایی که قصد خرید در روز بلک فرایدی از اونها رو دارید به خوبی رصد کنید تا این روز بتونید محصول مورد نظرتون رو با تخفیف واقعی خریداری کنید. چه کسانی در جمعه سیاه دبی بیشترین خرید رو ثبت می‌کنن؟ یکی از جمله روتین ترین برآوردهایی که توی همه کشورها بعد روز جمعه سیاه انجام میشه در خصوص تفکیک خریدارهایی هست که در این روز شرکت کردن و محصولات مورد نظر خودشونو خریداری کردن. در خصوص اینکه چه کسانی در جمعه سیاه دبی بیشترین خرید رو ثبت میکنن هم باید بگیم با توجه به نظرسنجی صورت گرفته در بلک فرایدی سال پیش، مردان بیشتر از زنان توی این روز خرید کردن. همچنین بیشترین رنج سنی که در این روز برای خرید محصولات مورد نظر خودشون شرکت کردن، بازه سنی 25 تا 34 سال و همچنین 45 تا 55 سال بوده. بیشترین محصول خریداری شده در جمعه سیاه در دبی هم مربوط به گوشی موبایل و مانیتور سیستم‌های کامپیوتری بوده. معروف‌ترین پاساژهای دبی جمعه سیاه در دبی هست. یکی از علاقه‌مندی‌های افرادی که با تور دبی به این شهر سفر می‌کنند، پاساژ گردیه. از جمله این پاساژها میشه به مرکز خرید دبی مال، مرکز خرید امارات مال، مرکز خرید برج عمان،
سیتی سنتر دیره، مرکز خرید ابن بطوته، مرکز خرید مارینا مال، مرکز خرید وفی سیتی، مرکز خرید القریر، مرکز خرید مرکاتو و فستیوال سنتر اشاره کرد. حقایقی در خصوص جمعه سیاه دبی. در ادامه قصد داریم تا حقایقی در خصوص جمعه سیاه دبی رو آشکار کنیم که شاید تا قبل سفر به دبی ازش بی اطلاع بودید. شاید فقط یک اماراتی رو ببینید. یکی از جمله تعجب برانگیزترین حقایق سفر به دبی اینه که ممکنه افراد اماراتی کمی رو در اطرافتون ببینید. با توجه به سیل مهاجرتی که طی سالهای گذشته به دبی صورت گرفته، در حال حاضر به ازای هر اماراتی 6 مهاجر از کشورهای مختلف وجود داره. با این تفاصیل امری کاملا طبیعیه که در روز جمعه سیاه دبی شاید فقط یه اماراتی ببینید و بیشتر از هر ملیت دیگه‌ای با هندیا، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌ها روبرو بشید. دبی، شهر آسمان خراش‌ها. یکی دیگه از حقایق شهر دبی در خصوص آسمان خراش‌های موجود در این شهر. در دبی بیش از 1344 آسمان خراش وجود داره که از این منظر دبی جایگاه سوم رو از نظر تعداد آسمان خراش در جهان رو دارست. با توجه به این تعداد از آسمان خراش ها، مطمئنن با سفر به این شهر به این نتیجه می رسید که دبی شهر آسمان خراش هست. ماشین های پلیس بروز رو در دبی ببینید. چند سالیه که خودروهای پلیس دبی تیتر بسیاری از اخبار جهانی شدن. شما با سفر به این شهر میتونید ماشین‌های پلیس بروز رو در دبی ببینید. توی این شهر خودروهای پلیس از جمله سریع‌ترین خودروهای حال حاضر دنیا هستند و همین امر سبب شده تا کمتر کسی به فکر در افتادن با پلیسای این شهر در خیابون بیفته. و از این رو میشه گفت دبی یکی از جمله امن‌ترین کشورها برای سفر و حتی زندگی به شمار میره. در روزهای منتهی به جمعه سیاه در دبی هم ضریب امنیتی این شهر بسیار بالاتر رفته و تعداد مأمورین و خودروهای گشتی در این شهر بیشتر از روزهای معموله تا بتونن امنیت ساکنین و مسافرینی که برای خرید در این روز به بازارها رفتن رو تأمین کنن. با سپاس از همراهی شما تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.